So. در هفته‌های گذشته زمانی که اینجا موعظه می‌کردم در مورد یک موضوعی صحبت می‌کردم که یا بیشتر خدا با ما صحبت می‌کرد در مورد شخصیت انسان کهنه یا انسان نفسانی و این یک موضوع خیلی فکر می‌کنم مهم پیچیده هم هست، چیزایی هست که واقعا احتیاج به مکاشفه هست و ما باید برحال با این حقیقت آشنا بشیم که بتونیم زندگیمون و تصمیمایی هم که در زندگی روزمره ما میگیریم بتونیم درست تصمیمایی بگیریم. ما هفته گذشته یا دو هفته پیش در مورد اعمال نفس روحانی صحبت کردیم، نفس جسمانی بود که الان اینجا دوباره میخوام یادآوری کنم این شخصیت انسان کهنه هست که همینطور که اینجا نوشته بی عفتی، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی و و و و چیزایی است که کتاب مقدس در غلاطیان باب 5 اینجا معرفی کرده. این تمام شخصیت انسانیت کهنه در ما هست که دائما سعی میکنه در زندگیمون دخالت کنه، ما رو از این راه بیرون بیاره که ما هیچ موقع نتونیم مسیر درست رو انتخاب کنیم و همینطور هم جلوی رشد روحانی ما میگیره. پس من باید و ما باید با این دشمنی که هست که دائما در ما قرار گرفته بیشتر آشنا بشیم که واقعا این دشمن رو مثل، یعنی این شخصیت انسان کهنه مثل یک دشمن هم ببینیم که بتونیم این جنگی که در زندگی روزمرمون انجام بدیم واقعا درست انجام بدیم. ما معمولا بیشتر و این چند نکته هایی هست که خدا نشون داده بیشتر با این دشمنمون هم دردی میکنیم و یک میشیم و این باعث میشه که تقریبا مثل این که با یک چیزی که از یک چیزی که ما میخواییم آزاد بشیم، از رفتارهایی که در ما هست که برای ما را عذاب میده، ناراحت میکنه، روح آرامش رو و همینطور سر رو از دستمون میگیره، ما باید بدونیم درست بجنگیم. یک آیه بود که توی کتاب مقدس خدا منو هدایت کرد که دوباره به این نگاه کنیم. اینم در کتاب لوقا باب 11 آیه 21 تا 23 هست. اینجا عیسی مسیح بود که آمد در مورد افرادی که دیو زده بودن چطور عیسی مسیح میاد و با اقتدار خودش با انگشت خودش این دیوها رو یا این افراد رو از دیوها آزاد میکنه و اینجا بعد از این عیسی مسیح اینجا اشاره میکنه که میگه که وقتی که مرد زورآور، شاید نسیم بتونی تو خودت بخونیم که درست بخونیم، وقتی که مرد زورآور سلاح پوشیده خانه خود را نگاه دارد، اموال او محفوظ می باشد. اما چون شخصی زورآورتر از او آید، بر او غلبه یافته، همه اسلحه او را که بدان اعتماد می داشت از او می گیرد و اموال یا غنیمت او را تقسیم می کند. کسی که با من نیست برخلاف من است و آن که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. روح القدس خواهش میکنم تو این کلامی که احتیاج هست که برای ما مکاشفه بشه، برای ما باز کن خداوند، که بدونیم با این دشمن اصلیمون بیشتر آشنا بشیم و بتونیم در زندگی روزمره ما موفق تر یا بهتر تصمیم بگیریم و همینطور موفق تر بشیم. این دعا رو میکنم با
اعتماد به تو که تو اینجا هستی و انجامم میدی. آمین. سو اینجا در مورد یک مرد زوراوری صحبت میکنه که تمام اسلحه در دستش گرفته و حکومت میکنه. و بعد از اینجا جلال بر نام عیسی مسیح، اما چون شخصی زوراورتر از او آید، و اینطوری باید نگاه کنیم، قبل از اینکه ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح، این مرد زوراور در ما حکومت میکرد. ما هیچ شانسی نداشتیم بتونیم عوض بشیم، زندگیمون عوض بشه، بتونیم طبق کلام خدا، طبق قانونهای خدا زندگی کنیم. و زمانی که یک شخصی به عیسی مسیح ایمان میاره، نجات رو پیدا میکنه و تولد تازه رو به دست میاره، کی میاد در ما؟ این مرد زوراورتر در ما قرار میگیره. یعنی روح خداست که به وسیله عیسی مسیح به خاطر مرگ و قیامت مسیح در ما قرار میگیره و الان اوست که تمام آشغالا، تمام این مرد زوراوری که در ما بود، این انسانت کهنه که رو ما حکومت میکرد، تمام اسلحه او رو ور میداره، تمام چیزایی که باعث میشد که آرامش ما رو، محبت ما رو، صلح ما رو، همه چیزایی که ما برای زندگی کردن احتیاج داریم، همینطور می‌دزدید و همینطور هم ما رو در اسارت نگه می‌داشت. الان این مرد زوراورتری که آمده، همون عیسی مسیح که آمده، در روح ما یک شده. الان کار خدا اینه که تمام چیزایی که مال در دست این مرد زوراور بود ورداره و همینطور این تمام پاداش، تمام این برکت هایی که او دزدیده به ما برگردونه. این آیه میخواد نشون بده که اسلحه‌ای که شیطان در دستش بود، یعنی دیوها، نیروهای تاریکی در دستش بوده و از این استفاده میکرد، غرور بود، خودخواهی بود، خودپرستی بود، نااطاعتی بود، شورش بود و همینطور دروغ، ترس، خوددلسوزی و همینطور بزرگترین قدرتی که این انسانت کهنه در ما یا این نیروهای تاریکی در ما قرار روی ما تسلط داشتن این بود که حقی هست که خداوند به ما بخشیده، این ارادهی که در ما بخشیده، از این حق خودش استفاده کنه که کارهای خودش رو انجام بده. و آخر این آیه که اینجا که عیسی مسیح میگه کسی که با من نیست برخلاف من است و آن که با من جمع نمی کند پراکنده میسازد. به این خاطر هفته‌های گذشته من چی گفتم؟ گفتم، سوالی کردم، گفتم که اگر واقعا زندگی تو در نابودی از ناآرامش نداری و صلح نداری و اقتدار نداری، این تقصیر خودته، تو مقصر هستی، چون الان این مرد زوراورتر تو در تو قرار گرفته و به شرط به جای اینکه با این روح خدا همکاری کنی و بتونی این تمام افکار انسانت کهنه از تو دور کنی و کلام خدا میگه بکشی، ما اینجا بیشتر همدردی میکنیم و با او زندگی میکنیم. و اینجا عیسی مسیح میگه کسی با من نیست. منظور اینه که اگر تو احکام خدا رو اصلا نگه نمیداری، ارزش قائل نیستی و کلام او رو جدی نمیگیری، پس برخلاف او زندگی میکنی، پس با دشمن همدردی کردی و علیه خدا میجنگی. من الان از شما بپرسم میگم از با عیسی مسیح، الان شما، یعنی عیسی مسیح دشمن شماست؟ معمولا هم شما میگین که نه، دشمن من نیست. فقط زمانی که شروع میکنیم احکام خدا رو زندگی کردن، نااطاعتی کردن، اینجا کلام خدا میگه که کسی که با من نیست ضد منه. به این خاطرم در زندگی روزمره ما موفق هم نمیشیم. بعضی وقت با فیض خدا فیض میبخشه که میاد اونجا پیروزی های کوچیک رو به دست بیاریم. فقط اینطوری که ما باید رشد کنیم، رشد نمی کنیم. و قسمت دیگه میگه که کسی که آن که با من جمع نمی کند پراکنده میسازد. یعنی کسی که شریک کار عیسی مسیح نیست و
و اراده خدا را انجام نمیده، اون موقع هست که میگه پراکنده، یعنی همه چی رو پراکنده، منظور اینه که خرابکاری به وجود میاد. عیسی مسیح جمع میکنه هر چیزایی که ما از دستمون دادیم، خداوند میخواد جمع کنه. و زمانی که ما با او نیستیم و اراده او را انجام دیم، برخلاف اراده او زندگی میکنیم، پراکنده میکنیم. این ربطی داره به زندگی ما، به قلب ما. موافق هستین؟ اگه زندگیتون نگاه کنیم ببینیم که از صبح تا شب ما تصمیم میگیریم برای اتفاقاتی در زندگیمون میفته، با چه فکری، با چه انگیزه ای تو اصلا زندگی میکنی و همینطور تصمیم میگیری. با این تصمیم گیری توست که یا با خدا، با عیسی جمع میکنی، یا پراکنده یا خرابکاری به وجود میاد. این در زندگی تو، همینطور که در زندگی تو هم هست، اینم به هر حال منتقل میکنی به دیگران. سوال خداوند برای ما اینه که آیا واقعا میدونی دشمن تو کیه؟ با کی میجنگی؟ سوال خیلی مهمیه. آیا واقعا با عیسی مسیح جمع میکنی؟ آیا با اراده او، با خدمت او یک شدی؟ یا علیه او میجنگی؟ یه چیز خیلی واقعا میتونم بگم خیلی حساسی از عزیزان. در رومیان باب 8 آیه 13 و 14 ما هفته گذشته، دو هفته پیش خوندیم، زیرا اگر بر طبق نفس یا جسم زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر به واسطه روح اعمال گناه آلود بدن را بکشید خواهید زیست. این تقریبا همون چیزی هست که الان ما صحبت کردم، مرد زوراوری که آمده در تو که بتونیم این تمام چیزهایی که در تو وجود داره بکشن، از بین ببره با کمک روح القدس. قبل از این که ما ایمان آوردیم غیر ممکن بود، چون هیچ مرد زوراورتری در ما نبود، ما ضعیف بودیم. به این خاطر اینجا میگه که اگه با به واسطه روح و همکاری با عیسی، همکاری با روح القدس، اعمال گناهالود بدن را بکشید خواهید زیست. بعد از این میگه که زیرا آنانی که به وسیله روح خدا هدایت میشوند، ایشان پسران خدا هستند. روح القدس هدایت میکنند، یعنی در هر جایی که تو قرار میگیری، در هر مشکلی، جلوی هر مشکلی قرار میگیری، در هر بگم موقعیت هایی که خدا برای تو آماده کرده قرار میگیری، اونجا کیست که تو را هدایت میکنه؟ اونجا با کی تو مشورت میکنی؟ کیست که تو را هدایت میکنه؟ چون همه چی ربط داره به اراده ما. عزیزان، بزرگترین چیزی که خداوند به ما بخشیده، چون ما شبیه خدا خلق شدیم، این حق انتخابه. درسته یا نه؟ زمانی که من میگم ما شبیه خدا خلق شدیم، یعنی ما حق انتخاب رو داریم. این بزرگترین فیضی هست، قدرتی هست که به ما داده. و خدا اینجا ما رو زور نمی کنه. خدا هیچ موقع به ما فشار نمیاره که بتونیم از او اطاعت کنیم. هیچ موقع خدا زور نخواهد کرد. این یک چیز داوطلبانه هست و محبت خدا اجازه نمیده روی اراده ما، این حق انتخابی که به ما بخشیده، بتونه خودش تسلط داشته باشه.
و زمانی که در مورد اراده صحبت میکنم، یعنی در مورد حق انتخاب صحبت میکنم، چون زمانی که تو این اجازه رو از خداوند گرفتی انتخاب کنی، با اراده خود تصمیم گیری میکنی، اینجاست که باید تشخیص بدی روح تو رو هدایت میکنه. کسانی که به سران خدا هستن، یعنی کسانی که افرادی هستن که واقعا به یک بلوغ روحانی رسیدن، اونایی که تبدیل شدن، اونایی که از خداوند این راه شاگردسازی رو میرن، روز به روز تبدیل میشن، اینا پسران خدا هستن. یعنی به پسران خدا از روح هدایت میشن، یعنی روح القدس هدایت میکنه. پس اگه نرمال نگاه کنیم، خدا به من این حق انتخاب رو داده و من دائما در همه زندگیمون به یه جایی میرسم که باید تصمیم گیری کنم. برای چی؟ از کدوم قدرت استفاده میکنم که تصمیم درستی بگیرم؟ و بزرگترین درد و رنجی که میتوانه به انسانیت کهنه یا نفسانی خود بدی این است که حق او رو از دستش بگیری. جا نوشتم که خودتونم دوباره بخونیم. بزرگترین درد و رنجی که میتوانی به انسانیت کهنه یا نفسانی خود بدهی اینه که حق او رو از دستش بگیری. یه لحظه نگاه کنیم. ما مسیحا ما میگیم که ما میخواییم خدا رو پرستش کنیم، خدا رو خدمت کنیم، و این انسانیت کهنه به ما اجازه میده، میگه که میتونی همه کار رو انجام بدی. صبح تا شب برو توی کلیسا دعا کن، روزه بگیر، همه کار رو انجام بده، مبادا اجازه بدی حق خود دست دست بدی. این بزرگترین درده، یعنی این مرگ انسانیت کهنه از عزیزان. مرگ انسانیت کهنه. زمانی که اینجا قبل از این چه نوشتیم؟ زیرا که اگر بر طبق نفس یا جسم زندگی کنید خواهید مرد. یعنی اگر تصمیم گیری هایی که می کنین، از حق خودت انتخاب می کنین زندگی خودت رو، زندگی شخصی خود، جسمانی خودت رو پیش ببری، میگی که خواهی مرد. اما با اگر به وسیله روح خدا اعمال گناه‌آلود بدن رو بکشید خواهی زیست. و اینجاست که زمانی که کشتن صحبت میکنیم، کشتن یعنی این حق انتخابی که انسانیت کهنه یعنی خودت داری که باید تصمیم بگیری، زمانی که دیگه تسلیم میشی، این میشه مرگ انسانیت کهنه است. یه چیز خیلی حساسی عزیزان، فقط توش پیروزی ابدی هست. ریشه تمام ویژگی های نفسانی حق انتخاب مستقل است. ریشه تمام ویژگی های نفسانی حق انتخاب مستقل است. یعنی یک کسی که حق تو رو از دستت ور می‌داره، الان فقط تصور کن چه احساسی می‌کنی. یک کسی که حق خودت رو از دست ور داره، چه احساسی داری؟ مثل یک برده میشین، درسته؟ یک آیه برای شما میخونم در متی باب 5:39. با شریر مقاومت مکنید، به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن،
و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند، گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. معمولا یک کسی که این کار میکنه میگن که چه مرد ترسویه. این حق توست حداقل یه دو تا سیلی هم بزنی که آخر واقعا بدونه که جلوی کی ایستاده. الان افرادی هستن که خیلی ضعیف هستن، میترسن، به جای زدن میرن پشت اون شخص حرف میزنن، بدگویی میکنن، خرابش میکنن. باید یک کاری انجام بدن. انسانیت کهنه تا انتقام نگیره نمیتونه زندگی کنه. باید یک کاری انجام بده. شاید دهنش ببنده بگه اون طرف رو بزن، فقط درونش مثل یه جهنم میسوزه و میگه صبر کن، از یه جای دیگه تو رو میزنم. از حقی که خدا به من داد، حق انتخاب، استفاده میکنم، کار خودم رو انجام میدم. من نمیتونم راحت بشینم، من نمیتونم سکوت کنم. موافق هستین؟ این تجربه رو کردین؟ انسانیت کهنه یکی از شخصیتاش اینه که انتقام میگیره. تا انتقام نگیره عزیزان، 10 سال 20 سال این جهنم درونش میسوزه. شبها نمیتونه بخوابه، دائما این میاد جلوی چشماش، درده، برای این درده نمیتونه بپذیره. دو تا آیه دیگه. و هرگاه کسی تو رو برای 1 مایل مجبور سازد، 2 مایل همراه او برو. دشمنان خود رو محبت نمایید، دشمنای خودت رو محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. برادر آلبرت، کافیه، دیگه خسته شدم از این انسانیت کهنه صحبت بکنیم. بیاین یکم در مورد فیض مسیح صحبت کنیم، در مورد محبت مسیح. چقدر خدا ما رو دوست داره، چقدر ما رو در آغوش میگیره. دیگه کافیه هر دفعه انسانیت کهنه. دیگه خسته شدم. افرادی هستن شاید الان این فکر رو میکنن، دوباره انسانیت کهنه. این کی میگه به تو؟ همون انسانیت کهنه به تو میگه. آن انسانیت کهنه میگه که من نمیخوام طوری صحبت کنه که من معرفی بشم، آشکار بشم. مگه اگه این آشکار بشه، این مرد زوراور درونش هست، الان میکشه منو، میندازه بیرون. چشم ببندیم، گوش ببندیم که نشنویم. افرادی هم هستن اینجا الان رفتن تو خواب. افرادی هم اینجا هستن که این انسانیت کهنه فکرتو، افکارتو رو انداخته توی جای دیگه، تو با فکرت یه جای دیگه هستی، میشنوی فقط نمیشنوی، کرد میکنه، کور میکنه. مبادا بشنوی، مبادا با حقیقت انسانیت کهنه، با این شخص زوراور آشنا بشی. اون میدونه شخص زوراورتر در تو هست، سعی میکنه تو رو در این دروغ نگه داره که هیچ موقع از او استفاده نکنی. موافق هستین؟ به این خاطر ما دوست داریم بیشتر موعظه هایی بشنویم، فیض خدا، محبت خدا. آخ چقدر خدا منو دوست داره. حتی شکست خدا، آخ خدا منو در آغوش میگیره. در همه راه ها او با من هست و میتونم به هر حال روی او حساب کنم. همه چی درسته. ما باید با فیض مسیح آشنا بشیم. اینم
انسانیت کهنه میترسه از فیض خدا، چون فیض خدا رو مجانی ما به دست میاریم، این اسلحه رو مجانی در میاریم و همینطور میزنیم به صورت اون انسانیت کهنه. این مهمه، ما باید در مورد محبت بدونیم که چه با چه عشقی عیسی مسیح منو دوست داره. همه چیزا خیلی مهمه، وفاداری خدا که خدا قولی داده تا آخر نگه میداره، خدا هیچ موقع ما رو رها نمی‌کنه، این همه چی اوکیه. فقط این نیست که ما همکاری کنیم، همدلی کنیم با انسانیت کهنه، همینجوری در یک استاتیک، در یک جایی بمونیم. ما باید به هر حال از همه زاویه همه چی رو نگاه کنیم که تصمیمای درستی برای خداوند بگیریم. من گفتم خداوند هیچ موقع ما رو زور نمی کنه، بلکه این حق انتخاب رو به ما بخشیده که ما انتخاب کنیم دنبال چه چیزی هستیم. و ما دوست نداریم عزیزان اینطوری موعظه ها، دوست نداریم، خیلی کم هستن که واقعا میگن که من میخوام خداوند نور در زندگی من بیاری، من میخوام واقعا دنبال این نیستم فقط سول آرامش سول، نه من میخوام تبدیل بشم، احتیاج به نور دارم، احتیاج به حقیقت دارم، احتیاج به راستی دارم، من راضی نیستم از این زندگی، خیلی چیزای خداوند به من بخشیده، فقط خدا چیزای بزرگتری به من خواهد داد و من باور میکنم و میخوام، من میخوام تبدیل بشم. این زندگی، این موعظه هایی که عیسی مسیح در روی کوه در متی باب 5 6 7 انجام داده، یعنی صحبت کرده، واقعا یک استانداردی گذاشته که هیچ کسی نمیتونه اینجا به اون استاندارد برسه، هیچ شخصی نمیتونه جز از این که روح خدا در توست. اگه عیسی مسیح رو یه عنوان فقط یک معلمی نگاه بکنیم، عیسی مسیح آمده مثل معلم و به ما تعلیم داده، این تعلیمای عیسی مسیح فقط و فقط ما رو میرنجونن، درد به وجود میارن. چون یه استانداردی گذاشته که من نمیتونم اونجا برسم. اگه عیسی مسیح رو فقط عنوان یک معلمی نگاه میکنم، فقط عنوان نجات دهنده رو نگاه میکنم، او که این راه رو رفته، غلبه یافته، از مردگان برخواسته و او به این قدرت قیامتش در من قرار گرفته، پس من میتونم بگم الان من میتونم این تمام متی باب 5 6 7 رو انجام بدم، من میتونم دشمن خودم رو دوست داشته باشم، من میتونم سیلی هایی که به من میزنن تحمل کنم، نه فقط تحمل کنم با زور، بلکه محبتشون کنم، من میتونم. چرا؟ چون مسیح چون این مرد زورآورتر در من قرار گرفته، من میتونم. خدا عیسی مسیح رو معلم نگاه نکنیم فقط، بلکه اون پادشاه پادشاه و اون منجی نجات دهنده که از مردگان برخواسته و این قدرت رو در تو گذاشته. پس عیسی مسیح زمانی که متی 5 6 7 رو موعظه کرده، فقط و فقط به این که من میخوام برای این تیک تو رو خلق کردم اونجا به اون هدف برسم، بدون من، بدون صلیب و قیامت من این میتونی انجام بدی، این همه چی رو به تو میبخشم که 5 متی باب 5 6 7 رو بتونی انجام بدی، مثل من زندگی کنی. به این خاطر این موعظه کور رو شروع کرد به چی؟ با چی؟ خوش به حال مسکینان در روح، با این شروع میکنه، نه خوش به حال بگم قهرمان ها، مسکینان در روح، یعنی واقعا به یه جایی رسیدی که میگی که خودتو مقایسه میکنی با خداوند، میگی که من فقیر فقیر هستم، من ورشکست هستم، بدون تو هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، و یه کسی که میگه که من ورشکست هستم، پس این حق انتخاب رو درست استفاده میکنه. من ورشکست هستم، فقط حق انتخاب رو دارم، من تصمیم میگیرم، من میدونم چی بکنم، من میدونم کی رو ببخشم کی رو نبخشم. این برادر این خواهش رو میکنیم به حکومت کردن جلو خداوند، مسکین در روح هستم خداوند. و از زمانی که صورتمونون برمیگردیم به دنیا، دوباره یه غولی هستیم، دوباره انسانیت کهنه از ما قرار گرفته و اونجا شروع میکنیم به حکومت کردن. هللویا گفتم فقط علیه خدا، علیه عیسی مسیح جنگیدن،
حداقل این موعظه رو که میشنویم، این قسمت رو که میگه که عیسی مسیح میگه هر کی با من نیست ضد منه. خیلی جالبه اینطوری، این خودش نگفته که هر کسی با من هست ضد دشمنه. من فکر کردم چرا خدا چرا اینطوری صحبت کردی، منفی گفته، هر کسی با من نیست، درسته؟ هر کسی با من جمع نمی کنه. اینجاست که واقعا باید نگاه کنیم که واقعا با خدا هستم، یعنی طبق احکام او زندگی می کنم یا نه. و خیلی ها هستن که اون زمانم، زمان عیسی مسیح، خیلی ها هستن که کلامای عیسی مسیح، موعظه ها، تعلیمای عیسی مسیح نتونستن بپذیرن. کسانی هستن که اصلا کلن عیسی مسیح رو رد میکردن. فقط شاگردایی بود که یوحنا باب 6 آیه 61 اینجا میگه که بسیاری از شاگردان او رو شنیدن سخن گفتن این تعلیم سخت است، چه کسی میتواند آن را بپذیرد؟ عیسی مسیح حرفای میزد، افرادی دیگه، این انسانت کهنه اونجا که قرار گرفته بود دردش میاد، کی میتونه این کلامایی بپذیره؟ عیسی آگاه از این که شاگردانش در این باره هم همه میکردن، به ایشان گفت آیا این سبب لغزش شما میشود؟ لغزش توی کتاب ترجمه چیز میگه که آلمانی میگن ارگان، ارگان یعنی عصبانی میشی؟ از این تعلیم عصبانی میشی؟ و بعضی وقت هست که ما دوست نداریم حقیقت رو بشنویم. زمانی که با حقیقت آشنا میشیم عصبانیت به وجود میاره، یا توبه میکنین، بازگشت میکنین، یا عیسی مسیح رو مصلوب میکنین. آمین. این تعلیم سخت است، چه کسی میتواند آن را بپذیرد؟ و بعد از این عیسی مسیح که زمانی که میگه آیا این باعث ناراحتی عصبانی شماست، از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگه با او همراهی نکردند. میتونه توی کلیسامون هم الفا اومگا هم به وجود بیاد. خیلی هستن که از کلیسا میرن، وای بر ما اگه به خاطر گناه های ما، به خاطر بد رفتارهای ما میرن. فقط خیلی هستن که میرن میگن که بابا اینجا هر دفعه میایم اینجا در مورد صلیب صحبت میکنن، در مورد نمیدونم اطاعت صحبت میکنه، دیگه خسته شدیم. عزیزان مسیحیت همینطور توی حقجیان هم از حقجیان شروع میکنیم، بلا فاصله به شما میگن مسیح شدن این نیست که اما میام پیش عیسی مسیح، عیسی مسیح زندگی من همه چی رو عوض میکنه، از صبح تا شب میتونه به من کمک کنه که زندگی موفقی در این دنیا داشته باشم. این تعلیم رو ما به شما از حق جویان به شما نمیدیم. بیا پیش عیسی مسیح، عیسی همه چی رو به تو میده. نه، عیسی مسیح بعضی وقت واقعا مانند مرد بی‌رحم میاد سراغ تو. اون پدر آسمونی مثل یک کسی میاد با تو، مثل اینکه اصلا هیچ محبتی نسبت به تو نداره. واقعا چه دعایی میکنی نمیشنوه. خدا کجا هستی تو؟ این پدر خسته شدم. واقعا بعضی وقت خدا مثل خدای بیرحمه. نه؟ فقط اینا نیست، چون یه هدفی داره. طبق هدفش ما رو هدایت میکنه، یه چیز بهتری برای ما داره. به این خاطر ما سعی میکنیم از اول از حقجویان شروع میکنیم دادن که خدا ما رو، نقشه خدا رو برای شما چیز میکنیم، نمایان باز میکنیم. برای چی خدا منو خلق کرده؟
که جلال شریک جلال شکوه او باشم، شبیه او باشم، یک روز روی تخت بشینم و او سلطنت کنم. این انجیل ملکوت پادشاهی خداست. این از اول دایما میگیم انسانیت کهنه، مرگ انسانیت کهنه، عیسی مسیح آمده، گناهکار بودن، همه چی رو موعظه میکنیم، تعلیم میدیم که زمانی که قدم رو ور میدارین بدونین که الان وارد یک بُعد دیگه شدین. الان اینجا نیست که فقط بیاین برین و دعا کنین خونه پاس همه چی انجام بشه، آخرش هم نمیدونم بتونین راحت هم بشینیم و منتظر عیسی مسیح باشین. نه، یک راه سختیه. هر روز باید این انسانیت کهنه ما بکشیم، از بین ببریم، از این حق انتخاب ما استفاده کنیم، سر شیطان رو، سر انسانیت کهنه رو بزنیم، نه روی عیسی مسیح. و این کار رو انجام میدیم، الان جا به اونجا میرسیم. هر بار که به حق خود اصرار میکنیم باعث درد به پسر خدا میشویم. کاش که این چیزا رو میتونستین بنویسین، برین در موردش فکر کنین. هر بار که بر حق خود اصرار میکنی، روی حق خودت میستی، این حق منه، باعث درد و رنج به پسر خدا میشی. در کلوسیان باب 1 آیه 24 نسیم میتونی بخونی؟ یه زمانی که این آیه رو میخوندم میگفتم آخه چطور عیسی مسیح دیگه همه رنجا رو برده دیگه، چه رنجی مونده؟ مثل که من میخوام یه چیزی هم اضافه کنم روی درد و رنج عیسی مسیح. نه، نمیدونم این آیه رو خوندی یا نه. فقط اینجا پولس میخواد بگه که هر موقعی که با حق خودم میایستم، عیسی مسیح، بدن مسیح رو زخمی میکنم. گوش میکنین، هر موقع روی حق خودم، یعنی برای خودم فکر میکنم، حق خودم رو میخوام به دست بیارم، عیسی مسیح، بدن مسیح رو زخمی میکنم. هر موقع که این فشارهایی که میاد و این دردهایی که میاد تحمل میکنم، دهنم میبندم و طبق اراده خدا تصمیم گیری میکنم، تقریبا این فشار رو چی میکنم؟ خودم ور میدارم که بدن مسیح زخمی نشه. به این خاطر میگه که آنچه را که از رنجهای مسیح برای بدن او، یعنی کلیساش، باقی مانده هست، تکمیل میکنم. پس زمانی که من و انسانیت کهنم، شخصیتش اینه، انسانیت کهنه فقط برای خودش فکر میکنه، خودش چون مرکز، خودش برای من، زندگی من، موفقیت من، خوشحالی من، آرامش من طبق این من تصمیم گیری میکنم. اوکی؟ انسانیت کهنه اینطوری است، فقط برای خودش فکر میکنه. روح خدا اینطوری فکر نمیکنه. روح خدا میگه ما چه چیزی مناسبه برای کلیسا؟ چه چیزی کلیسا احتیاج داره؟ این تصمیمی که الان من میگیرم چقدر مفیده برای کلیسا؟ گوش میکنین عزیزان، میدونم سخته یکم. کسانی که اینجا نشستن خدا خوانده، اونا میشنون. بدن مسیح به چه چیزی احتیاج داره؟ طبق این شروع میکنم به زندگی کردن. اینجاست که عیسی مسیح، هر کسی با من جمع کنه، یعنی هر کسی با من جمع نکنه، پراکنده میکنه. درسته؟ زمانی که همدلی با عیسی میکنم، با روح القدس میکنم، از حق خودم میگذرونم، انسانیت کهنه رو میکشم، میمیره، این باعث میشه که
جمع میکنم با عیسی، برکت میاد برای کلیسا، صلح میاد برای کلیسا، شادی ها زیادتر میشن. این رنج های مسیح در برای بدن خودشه. اینجاست که باید نگاه کنم تصمیم گیریه که میکنم، این از این حق انتخاب رو که استفاده میکنم به نفع کیه و به ضرر کیه. من فکر میکنم بعضی وقت در مورد عیسی مسیح که صحبت میکنیم، در مورد صلیب عیسی مسیح صحبت میکنیم، در مورد رنج های عیسی مسیح صحبت میکنیم، عیسی مسیح برای من مرده و به خاطر این من نجات پیدا کردم، کفاره گناه من شده، همه چی درسته. فقط اگه دور نرمال نگاه کنیم، باید عزیزان همه ما، باید برای ما روشن شود که چون عیسی مسیح پسر خدا از حق خود گذشت، تو و من نجات رو دریافت کردیم. عیسی مسیح پسر خدا حق انتخاب رو داشت، نه؟ تو باغ جتسمانی جنگی کرد، اونجا حق انتخاب روی چیز بود، روی چی میگن؟ در مرکز بود، نه قدرت او بود، نه حکمت او بود، او که تا اون موقع مرده رو زنده کرده بود، کورا رو بینا کرده بود، همه معجزه‌ها رو انجام داده بود، الان اونجا وسط اراده او بود. نه مسیح چه تصمیمی میگیری؟ از این حق انتخابی که خدا به تو داده چطور استفاده میکنی؟ خداوند پدر، اگه یک راهی دیگه وجود داره این پیاله از من وردار، فقط نه اراده من بلکه اراده تو انجام بشه. و اون موقع گذاشت سر شیطان، سر مار، گفته نه من اراده خدا رو انجام میدم. این مرگ بود که عیسی مسیح روش رفت، این انسانیتی کهنه خفش میخواست بکنه. خودش میتونست بگه که نه دیگه خدا، دیگه کافیه، دیگه پدر زور نمیکرد، گفته باشه اوکی، نه نمیخوام برم. بزرگترین ناعدالتی در این دنیا به وجود آمده بود، ناعدالتی نسبت به عیسی مسیح بود. خیلی هستن که بهشون ناعدالتی میشه، ظلم. فقط این افرادم خیلی دلهای دیگران رو شکوندن، خیلی افراد روی دیگه رو زخمی کردن. فقط عیسی مسیح به هیچ کسی بدی نکرده بود. عیسی مسیح از حق خودش گذاشت، یعنی خودش اجازه داد هر کاری که انسان میخواد باهاش بکنه. او به ما این حق انتخاب رو داده عزیزان، حتی روی صورتش توف کنیم. گوش میکنی؟ او این حق انتخاب رو داده که بیاد و بگه که حمید میتونی حتی به من توف کنی. این حق رو داری، هر حق انتخاب رو داری. این حق رو به انسان داد که انسان رو بکشه. بی خودی نیست که عیسی مسیح میگه که دشمن خودت رو دوست داشته باش. این شخصیت مسیح، شخصیت خداست. فقط و فقط به خاطر نه تصمیم گیری، روزه گرفتن، دعا کردن. میخوام درست متوجه بشین عزیزان، روزه گرفتن، برو الان یک سال روزه بگیری تا آخر حق انتخاب خودت رو زیر پات نذاری، فایده نداره روزهای تو. صبح تا شب بیا به خدا خدمت کن، از صبح تا شب همه کارا رو انجام بده، حق انتخاب الان زیر تسلط روح القدس نه، فایده نداره، رشد روحانیت صفره. یا به هر حال با فیض خدا، خدا فیض میبخشه. همه چیز عزیزان ربط داره به این حق انتخاب. به این خاطر
اگه او هست حق انتخابش استفاده میکرد برای خودش، ما اینجا ننشسته بودی، من توی جهنم بودم. این درد و رنج رو عیسی مسیح برای ما کشید. و اون لحظه که من فکر میکنم همینطور توی باغ جتسمانی خودشم بود، فقط و فقط من فکر میکنم بعضی وقت من موعظه میکردم و گفتم که چون عیسی مسیح منو دید، به این خاطر این حق انتخاب رو چیز کرد، از خودش گذشت. نمیدونم، من فکر میکنم پدر رو دید، گفته پدر جان من میخوام اراده تو انجام بشه و اراده تو بهترینشه برای این تمام خلقت. من میخوام پدر اراده تو انجام بشه. به این خاطر حق خودم رو، هرچقدر پسر خدا هستم، هرچقدر به من اقتدار داری روی انسان، روی دنیا حکومت کنم، همه چی رو میگذارم در زیر دست تو. به این خاطر اونجا کتاب مقدس اونجا نوشته در یوحنا که خدا به او اقتدار رو داره داوری کنه. چرا؟ چون حق خودش رو گذاشت کنار. اگه دوست داری میتونین آمین بگیم به افتخار عیسی مسیح. در اشعای نبی باب 53 نسرین الان بتونی این قسمت رو بخونی. این چیزای فقط یه قسمت و چهار تا آیه های هست عزیزان. تو این چهار تا آیه فقط نگاه میکنیم که چطور عیسی مسیح خودش رو به دست انسان سپرد. مثل اینکه سپرد، گفته بیان من آمدم اینجا، من میذارم هر کاری دوست داری با من انجام بدین. این شخصیت مسیح، شخصیت خداست، این فروتنی خداست. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج دیده و مثل کسی که روی‌ها را از اون پوشانیدند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخم‌های او ما شفا یافتیم. و بقیش؟ و؟ او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشپرنده‌اش بی‌زبان است همچنان دهان خود را نگشود. به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. آمین. کلن مزمور عشای نبی باب 53 شخصیت مسیح رو نشون میده. مأموریتی که داشت آمد اینجا خودش رو به ما بسپاره. من میگم عیسی مسیح اینجا معجزه های زیادی کرد، همه کارها را انجام داد که انسان نجات پیدا کنه، بلکه همینطور هم آخرش هم رفت توی صلیب. فقط میخوام خواهش میکنم، چون ما شبیه خدا خلق شدیم و عیسی مسیح ما رو نجات داد که شبیهش بشیم. آمین. پس این خصوصیت ها باید در ما به وجود بیاد. یه چیزی نیست که مثلا امروز میایم اینجا جریم دعا میکنیم برمیداریم اینجا میری، نه، یه چیزی زندگی روزمره است. این ربطی داره واقعا چقدر با تمام دل جستجو میکنین. میدونم سخت ترین چیزی هست که حق انتخاب رو، یعنی دهن خودت رو ببندی. هفته گذشته نسرین در مورد صبر صحبت کرد، چیز خیلی همون انسانیتی کنه، چیزی که نداره صبره. صبرم با ایمان همراهه. فقط میگه که من میخوام صبر داشته باشم، صبر داشته باشم، از حق خودشو نمیگذاری و با زور کارهای خودتو انجام میدی. اون موقع دیگه همه چی رو خراب میکنی، با خدا، با عیسی مسیح جمع نمیکنی، پراکنده میشه همه چی، زندگی تو پراکنده میشه. عزیزان دوباره میخوام بگم، این برای منم میگم،
من مقصر هستم. هر بلایی که روی زندگی من درونی به وجود بیاد، هر ناآرامی، هر ضعفی، هر چیزی بدی در من وجود داره، هیچ کسی مقصر نیست، من مقصر هستم. اگر این مرد زورآورتر در من نبود، زویزو من میگم فلوغن، یعنی گم شده بودم. الان یه کسی در من هست، من میتونم استفاده کنم، من میتونم اموال این انسانیت کهنه، همه چیزی که از من دزدیده دوباره وردارم. به این خاطر همه چیز در زبان توست. چه تصمیم میگیم، چه تصمیم بگیری، از حق انتخابی که به تو بخشیده انتخاب میکنی، استفاده میکنی، یا حق خودت رو زیر پاهای عیسی مسیح میذاری. بگی عیسی مسیح، من تصمیم من میخوام اراده تو باشه. آخرین آیه، معمولاً هم امروز هم که عشا داریم، عشا چی میکنیم؟ عشا میاییم اینجا میگیم خداوند من آمدیم اینجا از تو، از بدن تو بخوریم، از این خون تو بنوشیم، از این پیاله عهد جدیدی، از این پیاله فیضی که به من بخشیدی تا ابد، این عهد ابدی به دست به من دادی، یعنی من برای نجات من، یعنی برای این نجاتی که من دریافت کردم، تو با من عهدی بستی، عهد ابدی، من میتونم روی تو حساب کنم. یعنی منظور اینه که خدا میگه که من عهدی که بستم هیچ موقع تو رو تنها نخواهم گذاشت، هیچ موقع وجود نداره که مثلا من تو رو ترک کنم، تو میتونی روی من حساب کنی. عهد اینه که من شکست بخوری، خرابکاری کنی، گناه بکنی، هنوز عهد من از دست من است که تو رو بیرون کنه، بیرون بیارم. و زمانی که میخوایم بیایم میگیم عیسی مسیح مرسی خداوند که اینو در راه من انجام دادی، این عهد رو بست، زمانی که من گناهکار بودم تو این عهد رو 2000 سال پیش به وجود آوردی. الان من امروز آمدم این عهد خودم رو، زمانی که من تعمید گرفتم، زمانی که زندگی خودم رو فدا کردم، الان میخوام تازه کنم. من میخوام به تو بگم من میخوام ادامه بدم خداوند، من برای این نجاتی که منو خواندی، یا این نجات رو به دست آوردم، خداوند میخوام تو رو پیروی کنم. تو، من میتونم روی تو حساب کنم خداوند. منم میخوام با کمک تو بتونم اینطوری، تقریبا مثل این که تو هم میتونی روی من حساب کنی، من میخوام این راه رو برم. فقط معمولا ما اینجا میاییم، امروز میخوام با یه طوری دیگه، با یه قلب دیگه بیاییم. امروز نمیخوام بیاییم میگم قولهای، ببخشید نمیخوام بی احترامی کنم، قلمبه سلمبه، عیسی برای تو همه چی رو دادم، هیچ چیزی ندارم. این آیه بعدی، این بدن مال کیه؟ مال عیسی مسیح، درسته؟ کی باز خرید کرده؟ عیسی مسیح. این بدن مال کیه؟ زو الان اگه مال عیسی مسیح، میتونم این بدن رو تقدیم بهش کنم؟ من میتونم فقط چیزی تقدیم کنم که مال خودمه، درسته؟ من نمیتونم پول حمید رو بردارم میگم خداوند من پول رو آوردم برای حضور تو، میگه که این پول مال تو نیست، مال خودشه. پس من میتونم فقط و فقط یه چیزی رو تقدیم کنم که مال منه. موافق هستیم؟ زا اینجا تو نمیتونی چیزی رو به عیسی مسیح تقدیم کنی که متعلق به تو نیست. تو خودت هم به او تعلق داری. تنها چیزی که میتوانی به او تقدیم کنی چیه؟ حق بر خودت هست. زمانی که میایم اینجا قلم به سلومه نگین همه چی مال توست، نه، خدا میگه که من بازخرید کردم با خونم خودم، تو مال خودت نیستی. فقط تو این مال خودت یک حق انتخاب رو دادی، اینو ور نداشتم.
خدا بر نداشته این حق انتخاب را، این حلاز مال توست. اینو انسان تکونش رو میکنه، عصبانیت، ناراحت. عزیزان بکش اون صداهایی که میگه که نه من میخوام حق خودم رو نگه دارم. این حق خودته که به این بدبختی ما رو رسونده. امیدوار هستم دعای من امروزم این بود که واقعا عزیزان خدا چشمای قلب من باز بشه به این خاطر با این سرودها شروع کردم. اگر منظور نظر تو هستم خداوند بگذار حضور تو رو ببینم، منظور نظر تو هستم بگذار جلال تو رو ببینم، چشمای خودم رو بگذار که بتونم ببینم جلال تو رو، شکوه تو رو ببینم، قدوسیت تو رو ببینم. با این سرود رو بی خودی انتخاب نکردم، گفتم خداوند یه چیزایی باید باشه که قوم خودت رو به یه جایی برسی که واقعا یک انقلاب روحانی به وجود بیاد، که واقعا یک کلیسایی باشن که واقعا در اتحاد و اتحاد و فقط و فقط به وسیله روح خدا میاد. زمانی که من از حق خودم میذارم، زمانی که همون متی باب 5 6 7 که اونجا خیلی چیزای اینجا نوشته، یا دشمن خودت رو دوست داشته باشی، یا ما الان واقعا اینطوری نگاه کنیم ما دشمن نیستیم، ما خانواده خدا هستیم، فقط رفتار میکنیم بعضی وقت مثل دشمن. اجازه بدیم که بی حقی کرده به تو خدا اجازه داده. در پتروس هم نوشته اگه یک کسی به خاطر من تو رو ناعدالتی کنه، با تو ناعدالتی کنه، میگه که این فیض منه، خدا اجازه داده. زمانی بی حرمتی میشی خدا اجازه داده دایی در یه جایی قرار بگیری که این مرد زوراورتر در تو رشد کنه. ما این از این مرد زوراور برمیداریم، کار خدا رو خراب میکنیم. به این خاطر عزیزان امروز که میخوایم عشا برداریم، ما الان بعد از این بریم یک سرودی با هم میخونیم در مورد همون عیسی مسیح، در مورد مزمور عشا نبی باب 53 هست. من میخوام در این حال میخوایم میتونیم بخونی نخونین، فقط من میخوام حداقل یه چند دقیقه بعد واقعا فکر کنیم آیا واقعا زندگی خودت که زویزو مال خداست، آیا واقعا حاضر هستین از حق خودت بگذارین؟ آیا حاضر هستین با عیسی مسیح علیه اون نباشیم، با او جمع کنیم؟ میدونم سخته، فقط امروز هم این پیاله عهد فیضم هست. اگه واقعا با تمام قلبت خدا با تو صحبت کرده و بیای بگی خداوند کمکم کن، کمک کن، واقعا ضعیفم، ناتوانم، واقعا احتیاج به فیض دارم که بتونم این مرد زوراورتر رو در من ببینم، کمک کن که بتونم تشخیص بدم و بتونم از همین امروز شروع کنم. هر اتفاقی تو زندگیمون میافته، هر موقعیتی که منو میاری قبول کنم و اجازه بدم و صبر کنم. موعظه هفته گذشته، صبر کنم که تو در من ظاهر بشی. Zalatoy shalom, baruye adot.
Oh,